برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ششمین دوره مسابقات ملی دانشجوی حفظ قرائت و تفسیر قرآن در عراق به همت دانشگاه وارث الانبیا صبح روز 22 اسفند در شهر مقدس کربلا افتتاح شد. کرار الشمری مسئول مرکز اطلاع رسانی قرآنی آستان مقدس حسینی با اعلام این خبر گفت فعالیت های این دوره مسابقات ضمن طرح ملی قرآن در دانشگاه ها و مؤسسات عراق از سوی مرکز آموزش قرآن وابسته به دارالقرآن کریم آستان مقدس حسینی با مشارکت بیش از 80 دانشجو از 20 دانشگاه عراق برگزار می شود. همزمان با ایام ولادت حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مجموعه عظیم و فاخر موسوعت الفقه الکلامی و منظومت الاعلام الکامله تألیف سید علی شهرستانی منتشر و در دسترس محققین قرار گرفت. این مجموعه که شامل 23 مجلد می باشد به همت عتبه مقدس عباسیه به چاپ رسیده است. روز دوشنبه 22 اسفند 1401 نمایشگاهی از محصولات حلال تولید شده در قرقیزستان به عنوان بخشی از اولین مجمع سرمایه گذاری اسلامی در بیشکک برگزار شد. در این نمایشگاه میوه‌های خشک، آجیل، فراورده‌های گوشتی، حبوبات، نوشیدنی‌های ملی، محصولات نمدی به نمایش گذاشته شد و معاون نخست وزیر قرقیزستان گفته که قصد دارند تعداد ابزارهای مورد استفاده در سیستم بانکداری اسلامی را افزایش دهد. بر اساس تحقیق روز دوشنبه 22 اسفند 1401 در مجله آب طبیعت منتشر شد، روند شدت خشکسالی ها و روند بارش باران های سیلاسا در طول 20 سال گذشته تقویت شده است. افزایش روند نوسانی خشکسالی ها و بارندگی های سیلاسا به کاهش محصولات کشاورزی، تخریب زیر ساخت ها، ایجاد بحران های بشردوستانه و حتی جنگ و درگیری منجر می شود. این دادگاه حاصل ارزیابی تصاویر ماهواره‌ای و بررسی تغییرات آب و هوایی است که برای اندازه‌گیری تغییرات در ذخایر آب زمین استفاده می‌شود. به گفته محققان، داده‌ها تعیین می‌کنند که به دلیل سوزاندن سوخت‌های فسیلی و دیگر فعالیت‌های انسانی که گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنند، روند نوسانی بارش باران‌های سیلاسا و خشکسالی‌ها در حال افزایش است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از تبادل آتش بین نیروهای این کشور با سربازان ارمنستان در گذرگاه مرزی در استان یقار کونیک خبر داد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد در واکنش به تیراندازی به سمت مواضع ارتش جمهوری آذربایجان توسط نیروهای مسلح ارمنستان، سربازان ما نیز اقدام به تیراندازی کردند. این وزارتخانه همچنین گزارش داد یگانهای ارتش جمهوری آذربایجان نیز اقدامات و تدابیر لازم و مناسب را مد نظر قرار می‌دهند.